بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين. خدا رو شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد که در ایام درختکاری با کسانی که به این حرکت با برکت در سطح کشور اقدام میکنند با اونها ما هم همکار بشیم و ما هم یه درختی قرض کنیم. درباره مسئله محیط زیست صحبت‌های زیادی بنده کردم و دیگران هم گفتند. امروز میخوام راجع به مسئله جاری کشور، یعنی مسئله بیماری شایعی که در کشور هست، چند جمله عرض بکنم. قبلا از پزشکان و پرستاران و مجموعه های درمانی من صمیمانه تشکر کردم. لازم میدونم مجددا از همه این عزیزان سپاسگزاری کنم. حقا و انصافا در این روزها نمونه هایی دیده شد که درس برای همه ماست و نشون دهنده مسئولیت پذیری و تعهد انسانی و دینی مجموعه های درمانی ما در کشور. به حمدالله پزشکان، پرستاران، بقیه عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله هند. این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی داره. لازم میدونم از خانواده های این عزیزان هم تشکر کنم، همسرانشون، فرزندانشون و پدر مادرهاشون که تحمل میکنند این سختی رو. بعضی از این عزیزان روزها، شبهای متوالی به منازل خودشون سر نمیزنند و مشغول کار هستند، کار شبانه روزی در واقع میکنند. خانواده ها تحمل میکنند، صبر میکنند، از اونها هم من عمیقا متشکرم. لازم میدونم برای بیمارانی که چه در بیمارستان ها هستند چه در منازل خودشون بستری هستند، برای همشون دعا کنم و طلب عافیت کنم از خدای متعال. و برای درگذشتگان طلب رحمت و مغفرت کنم و برای بازموندگان اونها طلب صبر و سکینه و آرامش کنم و به اونها تسلیت عرض کنم. چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستورالعمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنه. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقیناً هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسن است. نقطه مقابل، هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیعه است. خدای متعال ما رو موظف کرده که نسبت به سلامت خودمون و سلامت دیگران، سلامت مردم، ما احساس مسئولیت کنیم. بنابراین توصیه اول این است که ما کاملا رعایت
مقرراتی را که مسئولین برای ما مشخص میکنند این رو برای خودمون فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. این یک امر لازمی است و قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در یک جای دیگر انیبوا الی ربکم و اسلموا له. در یک جای دیگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمیکنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا کردن هم حالا گاهی چیزایی نقل میکنن که مثلا فرض کنید فلان امر رو فلان دعا رو، من حالا توصیه خاصی در این زمینه ندارم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم و از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا. این هم یک مطلب. و نکته بعدی این است که از همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنند، همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ماست هم خواستیم که اونها هم در این زمینه همه امکاناتشون رو در اختیار مردم قرار بدن. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. یه جاهایی هم نمیگن، اما میدونیم، اطلاع داریم که در یه جاهایی خیلی شدیدتر و همگیرتر از کشور ما وجود داره. ما برای گرفتار شده های در کشورهای دیگر هم از خدا طلب عافیت میکنیم و میخواییم که خداوند انشاءالله به اونها کمک بکنه. و مطلب آخر هم این است که مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه
به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنند، دستگاه ها میکنند و در واقع یک رزمایشی، رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردا رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت، که خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکاندار بیرون دکانش تو خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرا اگر مایلن بیان اونجا دستشون رو صابون بزنن، من باب مثال. خب اینا خیلی با اهمیت. یا فلان پرستار عروسی خودش رو عقب انداخته برای اینکه بتونه به این کار برسه. یا بعضی ها کمک های مالی مثلا در مجموع میکنن. اینا بسیار کارهای خوبی است. این یک در واقع رزمایش عمومی مردمی و دستگاه های زیربط هست که انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.